از رساله اول یوحنای رسول فصل پنجم آیاتی رو برای شما عزیزان قرائت میکنم. از رساله اول یوحنای رسول فصل پنج آیات 9 به بعد میفرماید که اگر شهادت انسان را قبول کنیم، شهادت خدا بزرگتر است. مردم زیادی هستند که در رابطه با کار نجات بخش مسیح بر روی صلیب و حیات ابدی صحبت می کنند و در طول تاریخ کلیسا افراد زیادی بودند، مردان بزرگ و زنان بزرگی بودند که اعلام کردند و حتی جون خودشون رو در این مسیر دادند تا به این رو نشون بدن و ثابت کنند که اعلام کنند که حیات ابدی در عیسی مسیحه. عیسی مسیح به شما حیات ابدی میده. ولی شهادت اون افراد، گفتار اونها، اعلام اونها یک طرف، یک شخصی دیگه هست که شهادتش بزرگتر از این هاست. ادامه آیات رو گوش بدید. شهادت خدا بزرگتر است، زیرا این است شهادت خدا که درباره پسر خود شهادت داده است. شهادت خدا، اعلام خدا از هر شهادتی بزرگتر. عزیزان ببینیم خدا چه شهادتی میده. فرماید که آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آن که به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. اون شهادت چیه؟ آیه 11 هم. و آن شهادت این است که خدا حیات جاودانی به ما داده است و این حیات در پسر اوست. آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. این را نوشتم به شما که به اسم پسر خدا ایمان آورده اید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان را بیاورید. نمیگه که این رو نوشتم به شما که شاید، انشاءالله، امیدواریم حیات جاودانی داشته باشید. هرگز، وعده آینده رو نمیده. این رو نوشتم به شما که حیات جاودانی دارید، تا بدانید که حیات جاودانی دارید و تا به اسم پسر خدا ایمان بیاورید. حیات ابدی عزیزان، زندگی ابدی کاریه که در گروی اعمال من نیست، در گروی کارهای من نیست. حیات ابدی نقشه‌ایه که خدا از ازل برای ما داشت. هیچ چیز، هیچ اتفاقی، هیچ کس، هیچ قدرتی قادر نیست که ما رو از محبت خدا در مسیح عیسی جدا کنه. بچه این چیه؟ من همیشه دلم خواسته ویولن یاد بگیرم. بعد حتی شروع کردم و رفتم کلاسش. یه مدت، یه دو سه ماهی رفتم. بعد این نوتاشو گرفته، یاد گرفته بودم و خیلی باحال بود. ولی خیلی سخت بود. مثلا دوستان بعضیا بودن که مثلا چندین و چند سال یاد گرفته بودن. بعد مثلا به من میگفتن خیلی سخته. بعد من واقعا باید تلاش کنم که یاد بگیرم. بعد دیگه ولی یه چند وقتی رفتم و نمیدونم چی شد، دیگه هم درس‌ها زیاد شده بود، دیگه وقت برای رفتن ویولن کلاسی برای نداشتم. بعد دیگه رفتم، دیگه به تیت گفتم، به
استاد گفتم که من نمیتونم دیگه بیام. بعد از مدت بعد که تموم شد دیگه نرفتم اونا، هنوز ویولن داشتم و نمیستم چی کارش بکنم. بعد دیگه رفتم گفتم که من این نمیخوام اونا دیگه. خدا میدادی به دوستان. آخه شما میریم ویولن بزنیم، ویولن سخته. میزنیم به دیوار اتاقمون قشنگ میشد دکور. شما سازم میزنیم کلا خود شما. یه ساز دنی دارم وود فکر. اما شما خانوما به نظر شخصی من اینا یه توی ساز با هم دیگه مشترک، یعنی همتون یه نوع ساز میزنید. پیانو. باور کنید. من خیلی دختر پیانو دوست دارم چون زمان میشین آدم وقتی آزادش. نه پیانو نه، میگم توی ساز همتون مشترکی. خب ساز ساز مخالفه. ماشاءالله همتون استاد. خیلی با نمکی تو. یعنی ساز مخالفو خیلی قشنگ مینوازید. همتون اون دلی دارید. دوباره تو شروع شد دیگه، خانوما اینطوری، خانوما اونطوری. فقط میخواد ضد حالی بزنه. میخوام منم ایراد آقایونو بگم. ماکینه غروب بد اخلاق یه دنده. فقط همینا نیست که قد هست که بخوام برای بعد لیست بنویسم. دهنمون خسته میشه. وقت بعد هی اوردر بدیم. آره نوشید. بعد قول بزن بگم اوه خیلی زیاده بابا. نه یدید خسته میشین، من راضی نیستم شما. آره ببین این فروتنی ما رو نشون میده. فروتن ها من از چی؟ ما اصلا سلام دوستای عزیز خوبی؟ کجا به شما ها کجایید؟ خوبی شما؟ دوستان هم خوبی؟ آقا بزنم پذیرهایی کنم معلومه کجایید؟ چه خبر؟ سلامتی ما خوبی هستیم. واقعا داشتیم صحبت میگن در مورد موسیقی و از این حرفا. اینا هم همش زد دالی میزنه. آره بیاد ما خوبه شد. قیمت چیه؟ خوبه همینجا رفته بود بیادا. ما دیگه چیزی یک شنبه رفتیم پارک. اسم سمو نگرفتین؟ یک شنبه؟ آخه ما رفتیم پارک. بعد دیگه دور هم گفتیم بدون اس ام اس بدیم زنگ بزنیم میایین اینا. هر چی زنگ زدیم آره هر چی زنگ زدیم جواب نمیدیم. اول اس ام اس دادم جواب نمیدی، گفتم بذار زنگ بزنم. بعد دیگه خبری نشد. خاموش بود ما. یک شنبه کلیسا بودیم. کلیسا رو شدن. هر یک شنبه یعنی میریم؟ آره دیگه. سن جشنمش دیگه خوابید دیگه. آره دیگه. خب این دفعه دیگه شارژ موبایل تو خرج نکن برای اینا. اینا دیگه با ما نمیان. اوکی. بس از علی بعد میدونیم دیگه. حتی قرار بخوایم بذاریم پاکش میذاریم یه روز دیگه. یک شنبه نذار. چون میدونید یک شنبه من که موبایلم خاموشه حالا. منم باید خاموش بشه. نمیدونم. آفرین آفرین. من مشخصه قشنگ ظاهرشون هم مشخصه. ولی عجب موعظه‌ای بود. عجب موعظه‌ای بود. من الان فولم از روح القدس، اصلا پرم الان. من احساس روحانیت میکنم الان. روح القدس دیگه چیه؟ منم همونجا یه عهد تازه با خدای خودم بستم. دلم واسه تون میسوزه بیچاره. واقعا دلم واسه تون میسوزه بیچاره. برید توبه کنید. کارا چیه شما میکنید؟ برید توبه کنید. در نام عیسی مسیح هر زبانی باید اعتراف کنه. هر زانویی باید خم شه. بله. چون تنها نجات دهنده به خدا عیسی مسیحه. نمیدونن اینا. نمیدونن. شعب جان. عیسی مسیح هم یه پیغمبر بود مثل پیغمبرهای دیگه. تموم شد. ولی من مخالفم. به نظر من عیسی مسیح یه عارف بود، یه پیامبر اخلاق مثل بودا، مثل بقیه صاحب مکاتب دیگه. ولی میدونی عشق بود. من که خیلی ازش خوشم میاد. خانومی آقا چه فرق میکنه به چی ایمان و اعتقاد داشته باشی؟ زندگی ما داریم میکنی، خوشحالیم از زندگی داریم، بس بلش کن. به نظر من اگه آدم باشه، انسان باشه، به بقیه کمک کنه میره بهشت. خیالی نیست. نه خیرم اونجوری هم خیلی خوشگله. شما تا نماز نخونی، روزه نگیری، صدقه ندید، بهش میرسی خبری نیست. برو ببینم. یه عالمه کارو باید بکنم. والا اومدیم این کارا هم کردیم. رفتم اون دنیا گفتن نخه با این کارا بهش نمیری، بیام یخه تو رو بگیرم. از کجا پیدات کنم؟ من بهت بگم چیکار کنم؟ من دیگه نمیدونم. من بهت بگم چیکار کن. عیسی مسیح گفت صلیبتون رو به دوشتون بگیرید و دنبال من بیان. میبینی که؟ عجب صلیبی. صلیبم رو گرفتم رو دوشم و دنبالش دارم میرم. سنگین نیست این صلیب؟ مامان من یه عم نماز خوند و روزه گرفت و نم زیارت رفت و دخیل بست. الان ازش بپرسی بمیری کجا میری خودش نمیدونه. سینا تو داری چیکار میکنی؟ ما داریم حرف میدارم. نه گوشم با شما سالی جدبانم حل میکنم. حالا خب بگو ما هم شاید بیتونیم جواب بدیم. شاید نمیتونی متاسفانه سخت. ما سطح علمیمون پایینه. نه میدونید این جدول، این جدول راجع به مسائل دینیه. بعد سینا جان میدونه که فقط باید از من سوال کنه. بابا شما دیگه بالاخره میدونید که سینا جان زرزنیان هستن که سطح
علم مذهبم خیلی زیاده. از صلیبت معلومه اصلا. یه هفته چه پیشرفتی کردی؟ دیگه هر چه که دارم برای دوستان عرضه میکنم. من هر سوالی اگر دارید از من میخواید بپرسید مشکل نداره، من راهنماییتون میکنم که بتونید یک زندگی روحانی و جاودانه داشته باشید. من میگم باید درک کنید حرفای منو، میدونید چی دارم بتونید باید درک کنید، ولی فکر نمیکنم. ببین به نظر من اصلا مهم نیست که به چی چیزی ایمان داشته باشیم، ما زندگیونو بکنیم، هر کاری دلمون خواهد میتونیم بکنیم. بعدش خدا انقدر باحاله، انقدر ماهه که همه رو میبخشه اصلا. یعنی فکر مونی همه رو آخرسا میفرسته به هر؟ آره اینطوری باشه که خیلی معشره اصلا. اند خداییه، خدا باحاله یعنی. آره خدا باحاله یعنی ماهه. خدا نیکوست نه باحاله همونه. حالا مخلی چیز شده دیگه، ملالاقتی. خودش گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس بجز به وسیله من نمیتونه نزد خدا بره، نزد پدر بره. کارهای مذهبی هیچ وقت نمیتونه راضی کنه خدا رو، میدونید؟ من راه و راستی و حیات هستم، عیسی مسیح میگه. هیچ کس بجز به وسیله من نمیتونه به خدا دست پیدا کنه. کتاب مقدس میگه همه گناهکاران از جلال خدا قاصر شدن و فقط ایمان به مسیحه که میتونه ما رو از گناهامون نجات بده. مسیح کلمه مجسم خداست. من که میرم بهش. اگه تو میری منم میرم. بس خودت گفتی همین حرف نزنید که من زودتر تو که در بهش هم اول چون صلیب راد نمیذاره. آره در بهش کوچیکه. من مطمئن با شما که من با همین صلیب وارد بهش. آره اینجا که میگه همه گناهکارن شما گناهکارید. من آخه کارهای مذهبی هیچ وقت نمیتونه خدا رو راضی کنه. منم فکر میکنم کارهای مذهبی کاری نمیتونه بکنه، ولی انسان بودن چرا؟ نه انسان بودن و خوبی کردنم کافی نیست. ولی من اعتقاد دارم که اگر کارهایی که به همون گفته انجام بدیم، مثل همین به دوش کشیدن صلیب و مثل کلیسا رفتن و مثل این کارها رو بکنیم، جاتون تو بهشت. من اتمام حجت باهاتون کردم، کوش میخواید بکنید بکنید، نمی کنید من و صلیبم میریم، فقط شما دنبال ما میاد. ایمان به مسیح. هی جدولمون رو حل کنیم بهتره. اگه کمک خواستی بگو.